رادیو همراه بفرمایید. سلام آی دکتر، خسته نباشی. سلام عزیز، بفرمایید. روزتون بخیر آی دکتر. من الان یه چیزی حدود 9 ماهه که از ایران موو کردم آمریکا و فرزند آخر هستم. یه داداش بزرگتر از خودم دارم و اینکه میخواستم ازتون مشورت بگیرم برای آیندم. چند سالتونه؟ من 21 سالمه. چی خوندی تا به حال و اینجا اومدی چی کار کنی؟ توی ایران تربیت بدنی خوندم ولی قصد نداشتم در رابطه با رشتم کار کنم، کار آزاد داشتم، ولی الان تصمیم گرفتم که روانشناسی بخونم. به این دلیل که خیلی از آدم های اطرافم رو میبینم که به خاطر خیلی مسائل ساده و پیش و پا افتاده زندگی خیلی خودشون رو اذیت میکنن و اینکه واقعا بتونم با آدمای اطرافم کمک کنم خیلی خوشحال میشم و همچنین شما رو خیلی تحسین میکنم بابت اینکه چندین حالا اونی که لطف داری. نه ببین عزیز، اولا میدونین قاعده روانشناسی اینه که قرار نیست هیچ وقت مریض تو از فامیل آشنایان باشه، بنابراین اگه روزی روانشناس یا روان نشناس شدی با دوربریا هیچ وقت نمیتونی کاری داشته باشی مگر به عنوان دوست خصوصی. اونو بگذاریم، تو از چه طریق اومدی عزیز 9 ماه قبل به امریکا؟ من مامان بزرگم حدود 15 سال پیش از طریق دختراشون اومدن اینجا و سیتیزن شدن و برای بقیه فرزنداشون که توی ایران بودن دعوتنامه فرستادن که مال مامان من تازه قبول شد و من چون زیر 21 سال بودم تونستم با مامانم بیام. ببین عزیز، من فقط متاسفانه 11 دقیقه وقت دارم، بیا راجع جزئیات وارد بحثش نشیم. به من بگو که تو پس امکان اینکه بری به دانشکده رو از نظر مالی داری و تو سال اول رزیدنس نیستی تا اینکه یک سال بعدا رزیدنس اون ایالت بشی که شهریه کمتری بدی، بنابراین باید بری کالج دیگه. بله، من منتظرم چند ماه دیگه که رزیدنسیمو بگیرم فاینانشال اید بگیرم برم کالج. بسیار خوب. میخوایم روانشناسی بخونی؟ بله، در حال حاضرم الان مشغول به کار هستم حدود 5 ماهه. بنابراین توصیه من به تو این است که روانشناسی رو که میخونی در 2 سال اول همه درس‌ها رو بردار، ولی در 2 سال دوم روانشناسی و یه مقدارم درس‌های بیولوژی رو بردار. همین. شور، حتما. فقط این که میخواستم بگم هیچ راهی نیست که بتونم شاگردی شما رو بکنم. و هیچ راهی وجود داره؟ من در امریکا از این کارا نداریم. بله. شاگردی نداریم عزیز. آخه بخاطر من همیشه ایدم اینه که علم و درس خوندن یه چیزی که همیشه باید با آدم باشه یاد بگیره، ولی اینکه یکی تجربه داشته باشه که بتونه به یکی یاد بده این خیلی بیشتر تاثیر بود. نه، اون همچه چیزی نداریم عزیز. ما در اولا همینجا نظرتو عوض کنم، دنیای علم نه تجربه. اون چیزی هم که اسمش تجربه است که فرض اوقات مفیده در حقیقت تمرینه. مثل یه دندانپزشک یا یه جراح اسمش تجربه من نمیذارم، میذارم تمرین کردن. مثل یه کاری است که پیانویست که شما به جای 5 دفعه 50 دفعه زدی. بعدم ما تو دنیای علمی عزیز، اون چیزی که اسمش تجربه هست وقتی که 1000 برابر بشه، 10000 برابر بشه، کنترل شده باشه، همه بهش با یه دید انتقادی، حتی نقد یا انتقادی نگاه کرده باشن، بیرون آمده به درد بخوره. بنابراین من الان اگر برخی از مریضی ها رو بگیرم میرم سراغ یک پسر دختر جوونی که تازه از در دانشکده اومده بیرون که اصلا تجربه نداره و علم داره. ما در دنیای علمی عزیز، بی خودی دنبال تجربه و شاگرد اینا، مال بحث های گذشته بود که نه کتاب بود نه امکانات بود نه تحقیق بود. شما کنار یک کسی از شاگردی به استادی میرسید، مثل یه نجار، مثل یه فرض کن آهنگر. ولی ما تو دنیای امروز دنیای علم رو داریم. بنابراین تو وقتی وارد یه دانشگاه خوبی بشی دو تا نکته رو داری. اولا یه 50 تا در دوره مثلا لیسانس، فورسانس، دکتر استادای مختلف داری. دوم این 50 تا بر روی 1000 تا قول اون رشته که کارهای اصلی و اساسی کردن ایستادن و تو رو بالا میکشن. بنابراین تو برو و فقط درس تو خوب بخون. درس رو در حدی که مثل که حفظ کردی، مثلا اونایی که پایه است، که تو که میخوای تو این رشته بری روانشناسی و بیولوژی دوتا رشته ایست که بیش از همه میتونه به تو کمک کنه. بله، من تئوری اینه که تو هر مسئله آدم باید اول به مرحله ناخودآگاهی و شایستگی برسه که بتونه توی اون مراحل بعدی پیشرفت کنه. خب حالا پرسش از من چیه یا مسئله چیه؟ من فقط راهنمایی میخواستم برای اینکه چجوری شروع کنم. خیلی ساده است عزیزم. اولا میدونی من یک اصلی رو که استاد عزیز و برجسته‌ای در ایران مطرح کرده اینی که در کودکی باید خواندن یاد گرفت
و در جوانی باید خواند تا یاد گرفت. برای این مسئله اصلی و اساسی خواندنه و خواندنم بخونی یا بری، نمیخوام خوندن دقیق سنگینی که بفهمی و تجزیه و تحلیل کنی، چون موقع افکار خودت رو توش ریختی. برای این فقط شروع کن به خوندن و بعدم به خاطر این برنامه، نه به خاطر من، به خاطر اینکه اینا موضوعی رو مطرح میکنه که با زوایای پیچیده وجود انسان تو رو آشنا میکنه و مخصوصا به عنوان یه ایرانی با زمینه های فرهنگ ایران و چگونگی راه و روش زندگی ما، یه مقداری شنیدن این برنامه ها میتونه کمکت بکنه در راه و مسیری که هستی، که بدونی نوع مسائل و مشکلاتی که افراد باش روبرو هستن در زمینه های مختلف و متفاوت کدامه. و مخصوصا نه تنها روانشناسی و بیولوژی، تو بعدا تو رشته های علوم انسانی هست، جامعه شناسی گرفته تا حتی فلسفه گرفته، کمی حقوق گرفته، اینا هم خود تو آشنا کن، به دلیل اینکه این مسائل هم مرتبط میشه با آنچه که انسان رو میسازه. ولی من دلیل نمیدم که غیر از درس خوندن، اونم در حد خوب، و بعدا رفتن به دانشگاه خوب و رفتن تا آخرین مرحله که دکتراته، اصلا تو گزینه دیگری داشته باشی. و اگر این مسیر رو بری، فقط کافیه همونجا بری، درست مثل اینکه تو میری توی رستوران یا میری توی مهمونی، میدونی شامت رو یا نهار تو باید اینجا بخوری، نه اینکه نصفش رو اینجا بخوری نصف رو جای دیگه. احتیاجی هم به کمک حاشیه‌ای و شاگردی و بودن با این و اون نداری. همونطور که گفتم خواندن، و در این زمینه اگر یه جایی هست که موارد واقعی رو به تو نشون میده، اون مخصوصا توی رشته مثل رشته روانشناسی میتونه کمکت کنه. از آغازم هدف این باشه که در این رشته دکترات رو بگیری، برای اینکه در حد وسط و میانه ایستادنش اصلا در قوانین امریکا و اجازه کاری که به تو میدن خیر و صلاحت نیست. بنابراین تو 8 سال 9 سالی باید این دوره رو در ابتدا کالج، بعد بری دانشگاه و بعدم در مراحل تخصصی فوق لیسانس و دکترا حرکت کنی و مدرک تو بگیری و مشغول به کار بشی. فقط باید ایالت تو انتخاب کنی، برای که در امریکا لایسنسی که به تو میدن، اجازه کاری که میدن، مربوط به ایالته. الان تو کدوم ایالت امریکا؟ ایالت امریکا هست. کالیفرنیا لس آنجلس هستم. خیلی خوب دیگه، تو در حقیقت هم مرکز ایرانیان هستی، هم مرکز در حقیقت آنچه که دانشکده‌های فوق العاده خوبی برای دوره فوق لیسانس و دکترات وجود دارن. ولی لیسانس تو از یه دانشگاه خوب بگیر و مطمئنم که موفق خواهی شد با انگیزه و میلی که در تو. از زبان انگلیسیت هم که خوبه، نه؟ یا برای خوب خواهد شد. بله، و اینکه خب من بیشتر تایمم و حتی وقتایی که سر کار هستم مختص به خوندن و پادکست ها انجام میدم. بیشتر با کتابای ناپلون هیل و دارن هاردی خودم رو درگیر کردم. و یک نکته جالبه که توی یکی از کتابای ناپلون هیل به اسم Think and Grow Rich که یه تقریبا کتاب آبکی هست خوندم، نوشته بود که برای اینکه بتونی توی مسئله خیلی پیشرفت کنی، مثلا اگه میخوای آشپز خوب بشی باید بری از یه آشپز خوب یاد بگیری، اگه میخوای گلف باز خیلی خوب بشی باید بری یه استاد خوب. اون تو مراحل نهایی. اولا نفهمیدم این لغت آبکی یعنی چی عزیز. اولا Think and Grow Rich یکی از شاهکارهایی است که نپولیان هیل کرده، بعد از اینکه دیل کارنگی به او گفت 25 سال بهت وقت میدم، همه مصاحبه ها رو میکنی، هرچی هم پول بخوای در اختیار میدم، برو راز و رمز ثروتمند شدن رو بیرون بیار، و او بیرون آورده این کتاب. دقیقاً آخه آبکیش من نفهمیدم تو از کجا رو فهمیدی. آخه الان اجازه بدین بهتون توضیح میدم. نه خیلی سب کن دختر. ها به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی این کتاب منتشر شد من اسمشون رو گذاشتم صاحبای زمین، افراد قدرتمندی که این دنیا دستشونه، نمیخواستن برای خودشون رقابت ایجاد کنن و این اطلاعات در اختیار مردم عادی قرار داده بشه، و یه سری از نکات کلیدی این کتاب رو حذف کردن و یه کتاب سطحی تر به همه دادن. کی گفته؟ کی گفته اینا؟ تو از کجا؟ تو رو خدا درگیر این تئوری های توطئه نشون. اصلا من تعجب میکنم که نقطه های کلیدی رو حذف کردن که بقیه سر از خنده داره این حرفا. دختر کجایی مزخرفاتو خوندی؟ اصلا رها کن، اگه بخوای بری دنبال این بحث ها از پا در میای، چون یه علائمی هم نشون میدی اصلا وارد دنیای هپلیپو نشد. این کتابی است که کسی مثل گاندی معتقد بود که اگر در هند ما بتونیم اینو پیاده کنیم هند رو نجات میدیم.
بله نپولیان هیل کاملا به این تینک قضیه اند گروینگ. معتقدم. خب یعنی چی عزیز من؟ بعد تو بگید قسمت های مهمش که ثروتمند شدن و اصلا میگم چی راز و رمزی وجود داره؟ این آدم 25 سال کارشو کرده، حرفاش هم زده. خب اساس من توی وبسایت سازمان اطلاعات جهانی یه سری پادکست ها پیدا اصلا کردم. اونا خنده داره این حرفا، دنبال اینا نرو عزیزم. هی از حالا دارم به تو هشدار میدم، اگر تو زندگیت بخوای بری تعطوی این قضايا رو در بیاری که تمامش دروغ و فریب و بازیه، تو زندگیت از پا در میای و تبدیل میشی به همین دیوانه هایی که امروز دوربر ما تو امریکا ریختن که بله. با تئوری توطئه زندگی میکنن. بله ابدا بعد بعد اصلا و به همین جد است که نپولیان هیلز کتاب Think and Grow Rich خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده، بیاندیش بله. و ثروتمند شو. حتما توصیه میکنم کسانی که تو کار بیزینس هستن کتاب رو مطالعه کنن و مواظب خود باش، تاکید میکنم نه دنبال استاد برو، دنبال ماجرای استادی مال پایان کارته، دوره دکتراته که بله. اونجا اصلا کار میکنی. پس و فقط درس کلاسیک دانشگاهی تو بخون، توطئه‌ای در کار نیست، یک دولت پنهانی وجود نداره، یه عده ننشستن که مردم رو گمراه و بیمار کنن، یه عده نمیخوان از طریق واکسن کرونا نمیدونم اطلاعات اونا رو بگیرن. اگر نه وارد من به این این هم چیز اعتقادی ندارم. بنابراین لطفا در خصوص کتاب نپولیان هیلز هم سراغ حرفایی که اصلا این مراکز اطلاعاتی که اینا تمام سیستم های فریب و دروغه نرو، دنبال اونا اونجا نگرد، خودت نگاه کن. ای کاش بیشتر تایم داشتین که من میتونستم راجع به این مسائل بیشتر باهاتون صحبت کنم، چون میدونستم من راجع به مسائل به طور اصلا راجع به مسائل حاضر نیستم صحبت کنم، برای اینکه با بازی ها و حق بازی های دنیای امروز که یه مقدار هیاهوی بسیار است برای هیچ و یه دکونای از این قبیل باز کردن رو بسم. به همین جاست که اصلا حاضر نیستم یه کسی که بخواد درباره تئوری توطئه با من حرف بزنه اصلا حرف بزنه. من حق با شوی خدا نگهدار، نرو اونجا ازم. دانشگاه محیط علمی، اگه قرار باشه محیط علمی دانشگاه دروغ باشه، هیچ چی دیگه در این دنیا راست نیست. به هر حال مواظب خود باش، منم با آخر وقت نمیستم. خوشحال شدم با صحبت کردم. به همچنین روز خوبی داشته باشین. متشکرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.